کمونیستای روسیه دارن سعی میکنن قدرت رو در ایران در دست. تئوری شاه این بود دیگه، تو کتاب خاطراتش هم می‌نویسه، خاطرات پاسخ به تاریخ. پس راه حل این چیه؟ راه حلش اینه که سعی کنه با آمریکا و انگلیس و روسیه مسئلهش رو حل بکنه. دو نفر از دوستانی رو که گمان داشت طرفداران آمریکا در ایران هستن، یکشون آقای احمد قریشی، یکی دیگه شون رو اسم نمیبرم برای اینکه تازگی ها فوت کرد، ولی آقای دکتر قریشی هستن، ازشون هم اجازه گرفتم که میشه اینو بگم، گفتن بله. خب وقتی که دکتر قریشی در ایران بود، رئیس دانشگاه بود، سفرهای آمریکا به منزلش میومدن، با هلمز وقتی سفیر بود خیلی رابطه دوستانه داشت. در گمان شاه قریشی آدم آمریکایی بود، شریف امامی آدم انگلیس بود. وقتی اوضاع شلوغ میشه قریشی رو میخواد یه دفعه، و به دکتر قریشی میگه که شما که با این آمریکایی‌ها نزدیک هستید از اینا بپرسین چی میخوان اینا، بالاخره بگن چی میخوان ما بهشون بدیم. همین کار رو در مورد انگلستان میکنه. و چون گمان نداشت که ریشه یه مسئله در داخل همین اشتباهات یکی بعد از دیگری رو میکنه، حالا چرا سالیبان به ایران میفرستن؟ اسکی که هیچی در مورد ایران نمیدونه، اون امری صلاحیته. وقتی هم که سالیبان رو میخوان بفرستن، اینو من نامه زاهدی رو به شاه دیدم، خودم دیدم، به شاه که اینها برای سالیبان آگرمان میخوان، سالیبان در ایران در اصولا خاورمیانه سابقه‌ای نداره، هر جام رفت رو پلوخ شده، شما بهش آگرمان ندید. شاه در حاشیه است نیسته، نگران نباشید، تا وقتی که شما هستید و تا وقتی که دوستان ما هستن چی کار میتونه بکنه؟ بهش تصمیم میگن آگرمان بدن. حالا چنین آدمی میاد به ایران، شما میدونست که این اصلا در زمینه ایران تخصصی نداره، ورودی نداره، اگه تخصصی داشته اطلاع شرق آسیا بوده، فیلیپین و لاوس و اینجاها کار کرده. میاد بعد از دو سه هفته که به قول خودش مطالعات میکنه در زمینه وضعیت اقتصادی ایران و با برخی از اقتصاددانا صحبت میکنه در سفارت، به این نتیجه میرسه که آهنگ تحولات اقتصادی ایران بیش از حد تنده و این قابل تداوم نیست. مسئله ای که اتفاقا یه سال و نیم پیش از سالیبان خود اقتصاددانای ایران شاه میگن در رامسر، شاه عصبانی میشه، از اتاق میره بیرون، میگه غلط کردید، من گفتم که همه بودجه رو خرج میکنید، خرج. این دفعه سالیبان میاد همین حرف رو، شاه دوباره عصبانی میشه، به گفته ای سالیبان جلسه رو نصف کار تموم میکنه. دو هفته یا سه هفته یادم نیست به سالیبان دیگه قرار ملاقات نمیده. بعد هویدا رو برمیده و سالیبان می نویسه تو گزارشش که منابع ما خبر دادن که شاه به این دلیل هویدا رو برداشته که فکر کرده که اون گفته من دال بر نارضایتی ما از هویدا، و به این دلیل آموزگار رو آورده، فکر میکنه که آموزگار با ما نزد. تصور شاه این بود. بعد از اون هم دوباره هر تصمیمی که میگیره به نظر من یکی بعد از دیگری تصمیمات غلط و نمیخوره به کسی که یه 7 سال سر کار بوده. دلیلش به گمان من تئوری توته این گمان رو درش ایجاد کرده بود که ایرانی ها نمیتونند این کار رو بکنن. یه خصوصیت دیگرش هم خصوصیتیست که از قضا خانوم آن لمسون در 1955 در یک گزارشی می نویسه. 1955 یه سری از ایرانی ها از جمله برادران رشیدیان میرن به لندن به خانوم لمسون گله می کنن، میگن که شاه به اندازه کافی قرص و محکم نیست، نمیتونه در مقابل کمونیست بایسه، اجازه مملکت را از هم میپاشه. خانم لمسون یک گزارشی می‌نویسه به وزارت امور خارجه،
من اینها رو بر اساس همون گزارش دارم میگم. اونجا میگه که رشیدیان ها اومدن به من و از وضع شکایت کردن و ساعد هم در یه فرصت دیگه اومد به من، اونم همین مسائل رو گفت. و من فکر میکنم که ما باید فشار بیاریم سلزیا رو شاه نخست وزیر کنه، سلزیا طباطبایی رو. میگه که مسئله شاه این است که دیکتاتوری است که دیکته نمیتونه بکنه، یعنی تزلزل داره در وقتی که باید تصمیم گیری بکنه. البته من از لمتون پرسیدم که شما چطور به سلزیا فکر کردید و چطور فکر کردید که او جواب مسئله ایرانه. گفت به نظر من در اون زمان و در تمام سالهای بعد از جنگ تنها نخست وزیری که میتونه جلوی شاه وایسه و از لحاظ مالی هم آدم درستی بود و سیاست بین المللی هم درس میکرد سلزیا بود. یعنی یه خیلی رابطه عجیبی خانم لمتون با سلزیا داشت. ولی این مسئله نمیتونه دیکته بکنه به گمان من نیمی از شخصیت شاه بود. شاه در شرایط بحران نمیتونست دیکته بکنه، ولی در شرایطی که احساس قدرت میکرد اتفاقا زیادی از حد دیکته میکرد، زیادی از حد دخالت میکرد. بهترین مصداقش همون تصمیم یک حزب کردن ایرانه که برخلاف تمام قانون اساسی و بخشی از مسئولیتش به عهده شاهه. از لحاظ قانونی که شاه مسئول نیست، از لحاظ قانونی شاه ورای مسئولیته. اگر شاه قانون اساسی وفادار میمون واقعا هیچ مسئولیتی نداشت، ولی مسئولیتش به عهده هویداست، به عهده آموزگاره، به عهده انصاریست، به عهده همه کسانیست که دفع وایستدن که به این حزب پیوندن و ایدولوگش بشن، رهبرش بشن. قانون اساسی اینا نباستی رأی غیر قانونی شاه رو انجام میدادن، ولی شاه تصمیم گرفت این کار بکنه در حالی که میدونست از 73 که ایران از لحاظ سیاسی مسئله داره. نگاه رو این بصیرت رو داشت که متوجه بشه در 1973 وضعیت سیاسی ایران بحرانی است. راه حلی که داشت راه حل به گمان من بسیار جالبی بود که بالقوه میتونست هم خودش رو و هم مملکت رو نجات بده. میخواست یه حزب درست حسابی درست بکنه. در واقع امکان ایجاد یک حزب درست حسابی رو فراهم بکنه، برای اینکه یه حزب درست حسابی بالتعریف نمیتونست بر ساخته شاه باشه، باید بر ساخته مردم میبود. بهترین کاندید رو برای این کار انتخاب کرد، مهدی سمیعی. ماها با مهدی سمیعی مذاکره کرد. مهدی سمیعی هر شب که از کاخ برمیگرده یادداشت می‌نویسه که اون روز با شاه چه گفت. من یادداشت داره دارم. شگفت انگیز جزئیات مسائلی که اینا بحث می‌کردند و همش گویای حال این است که شاه در 73-74 متوجه این بود که مملکت بحران داره. ولی پول نفت رفت بالا، یه دفعه 4 برابر شد. شاه احساس کرد که راه حل سیاسی رو میشه به واسطه اقتصادی خریدش، همدلی و همسوی طبقه متوسط رو میشه ابتیاع کرد. غلط از آب در اومد. وقتی که در قدرت بود خیلی راحت دیکته میکرد، ولی به محض اینکه بحران روبرو میشد میبینیم که امکان تصمیم گیری براش دشوار میشد. و به همین خاطر هم هست که بعضی ها معتقدن اگر 15 خرداد 1963 علم نمی بود و اوضاع رو در دست نمی گرفت، شاید در همون زمان اونچه که بعدها اتفاق افتاد. آقای دکتر میلانی، این نتایجی که شما به اون رسیدید بر اساس اسناد و مدارک نه؟ والا تمام این مواردی که شاه می‌خواسته بره تمامش بدون استثناء بر اساس اسناد و مدارک سفارت آمریکا و انگلیس و یا اسناد آقای زاهدی و اینا. در روز رفتن پدرش میخواست با پدرش بره، خب در خاطرات گلشایان هست، در گزارش سفارت انگلیس هست. یک سال بعد از این سفارت انگلیس گزارش میده که شاه یه مقدار زیادی از پولهای ایرانیش رو داره عرض خارجی میکنه
در شهر شایع است که میخواد بره، برای اینکه معتقد سلطنت در ایران آینده ای نداره. بعد در دعواش با قوام تهدید میکنه که میخواد بره، در 49 تهدید میکنه که میخواد بره، در 51 تهدید میکنه که میخواد بره، در 52 تقریبا آماده میشه که بره، 53 هم که رفت.